مسئله است که میخواد آقای کیسینجر بگه. من به نظرم میرسه اگر این نگاه بخش عاقل‌تر جمهوری خواها و برژینسکی در حوزه اوغلای دموکرات ها رو بپذیریم، همونطوری که تو گزارش بیکل همیلتون هم بود، گزارش که جیمز بیکر و همیلتون تهیه کردن، گزارش که 9 ماه طول کشیده بود، اونجا آمده بعد ایران و آمریکا، ایران و سوریه رو آمریکایی‌ها توی قضیه بازی بدن و ما همین رو می‌خوایم، منافع ما رو به رسمیت بشناسن، قدرت ایران رو به رسمیت بشناسن، واقعا حق ایرانه که حق وتو داشته باشه، یا کلا حق وتو رو جمع کنن یا به ایران هم حق وتو بدن. ما اگه خواستیم بریم فضا، همین مشکل اتمی رو سرمون میارن. ما باید به فضا بریم، نسل شما باید در فضا جایگاه داشته باشد، نسل شما باید در حوزه انرژی هسته‌ای. سال 2015 یعنی 8 سال دیگه سالی است که نیروگاه جوش هسته‌ای فرانسه که کنسرسیوم مشترک 7 8 تا کشور ایجاد کردن افتتاح میشه. هر کشوری که تا سال 2015 در انرژی هسته‌ای رسید به مدل‌های کلاسیک، اون روز میتونه مدل کلاسیکش رو با نظام بین الملل جوری عمل کنن که میگن آقا اینا دیگه آلودگی محیط زیست داره، عوض کنیم، به همه بگیم جوش هسته‌ای رو کار کنن. هر کشوری تا سال 2015 به این مرحله نرسد دیگه اجازه رسیدن نمیدن، چون یک دفعه نمیذارن بپره به نیروگاه جوش هسته‌ای. ما الان نیروگاه‌های عادی رو داریم ایجاد می‌کنیم، مرحله بعد اینه که بتوانیم به نیروگاه جوش هسته‌ای برسیم. خودشون بعداً تمام نیروگاه‌هاشون رو می‌خوان جمع کنن از مدلی که الان کره جنوبی، در واقع فرانسه، انگلیس، آمریکا، کانادا، چین، ژاپن دارن در فرانسه ایجاد می‌کنن تحت عنوان نیروگاه جوش هسته‌ای. ما برای اینکه روزی ما بتونیم به اون مرحله برسیم، جزء کلوپ هسته‌ای باشیم، باید الان تلاش کنیم. لذا نسل‌های آینده نمی‌بخشن ما رو اگر تعلل کنیم. در حوزه فضا و غیره هم باز همین مسئله موضوعیت داره. لذا ما یه محیطی می‌خوایم که درگیر منازعه و جنگ نشویم. همینطوری که حکومت تو این 10 سال گذشته خوب تونسته با اعوجاج این مسیر رو طی کنه، بایستی در سال‌های آینده هم همین مسیر رو بره. نسل شما که انشالله آرام آرام از دانشگاه ها میاید بیرون، ما الان 3 میلیون خورده دانشجو داریم، با بالاخره نقصان هایی که ما سر کلاس ها داریم، بالاخره باید ببخشید ما بیشتر همین مقدار هست که میتونیم در اختیار نسل شما بگذاریم. بالاخره 150,000 تا دانشجوی اول انقلاب رسیده به 3,200,000 تا با همه کاستی ها. این حجم از نیروی تحصیل کرده ما یک جهش رو توی 25 سال آینده رقم میزنن که چنین پتانسیلی رو هیچ ملت دیگه‌ای تو این حجم از نیرو نداره. به این خاطر آمریکا باید این واقعیت رو در مورد مردم ما بپذیره، دارن میپذیرن. ما از یه مراحل دیگه باید عبور کنیم و بشینیم باهاشون اگه شد مذاکره کنیم حتی و همدیگر رو تامین کنیم. اسرائیل خط قرمز آمریکایی هاست. آمریکایی خط قرمزای ما رو بپذیرند، اسرائیل رو حرف رسمی نظام اینه. حرف رسمی نظام حرف رسمی دولت ها نیست، حرف رسمی حکومت. حکومت، رأس حکومت اعلام کرد که در مورد فلسطین هرچی مسیحی ها، یهودی ها، مسلمون ها همه با هم جمع بشن اونجا، اونایی که مال فلسطینن، ساکن اونجا بودن، مسیحی، یهودی و مسلمان رأی بدن، هر رأیی دادن و از صندوق هرچی آمد بیرون، موضع رسمی جمهوری اسلامی حمایت از اون رأیه. این اساس استراتژی جمهوری اسلامی در مورد اسرائیل، در مورد فلسطین و در مورد مسیحی های فلسطین و اسرائیل. لذا اگر آمریکا میخواد عقلانیت سیاسی رو ببینه، خط قرمزش مگه نمیگن خط قرمز ما اسرائیل، اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. شما اول رفراندوم برگزار کنید، همه فلسطینی های آواره رو برگردونید اونجا، فلسطینی های آواره مسیحی رو هم برگردونید، یه رفراندوم برگزار بشه، دولت مشترک مرکبی که به وجود میاد، حالا فعالیت سیاسی که میشه، سازمان ملل انتخابات برگزار کنه. نظر حکومت ایران اینه که هر دولتی سر کار آمد، هر چیزی مردم یهودی، مسلمان، مسیحی ساکن فلسطین پذیرفتن، اون رو حکومت ایران به عنوان استراتژی رسمیش اعلام کرده، از اون موضع دفاع خواهد کرد. این خط قرمز آمریکایی‌ها که میگن آقا شما اول اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، نه خیر، شما اول انتخابات برگزار کنید، همه فلسطینی‌های آواره هم جمع بشن، همه رأی بدن، ما از اون حمایت می‌کنیم. میمونه خط قرمزای ما. ما خط قرمزمون مظلومیت ملت‌هاست، مظلومیت مردم خودمونه. یه بام و دو هوا نمیشه. به اعتقاد من خمیرمایه سیاست خارجی ایران تو این زمینه خوبه. اصلاً مسئله اسرائیل رو فکر نکنید مسئله‌ای است که نمیشه ازش عبور کرد. این مسئله‌ای که نمیشه ازش عبور کرد
ما توی سیاست خارجیمون نداریم، اصلا تابو نداریم توی سیاست خارجی. لذا مسئله اسرائیل رو خود رهبری نظام اعلام کرده رسما استراتژیشو که آقا رفراندوم برگزار کنید، هر چی از صندوق رای بیرون اومد ما میپذیریم. اگه یهودی‌ها بیشتر رای آوردن ما میپذیریم، مسیحی‌ها بیشتر، مسلمان‌ها و مسیحی‌ها بیشتر رای آوردن شما بپذیرید. این به اعتقاد من سیاست خیلی عاقلانه‌ای بوده، مطرح شده و نگرانی نداره. وظیفه ما به عنوان دانشجو در قبال مبارزه با آمریکا چیست؟ تزکیه اخلاقی و تحصیل به روز. ما عمده‌ترین مسئله‌ای که الان داریم مسئله ارتقای تحصیلی شماست. در واقع ما توی افق ایران 14-14 آنچه که دیدیم اینه که ایران مهمترین چیزی که صادر می‌کنه نرم افزار، یعنی انسان مدیر نرم افزاره. خوب دقت کنید، ما در سال 1414-2035 مهمترین بخش‌های سیاست‌گذاری کشورهای مختلف دنیا از نیروی مغز ایرانی استفاده می‌کنن. ما کره جنوبی نمی‌شیم که بگه دیوو و نمی‌دونم اینجور چیزا صادر می‌کنیم اون روز. ما ژاپن نمی‌شیم. ژاپن 1414 یک سوم جمعیتش بالای 60 ساله. یک کشور به شدت پیر. همین مصیبت رو روس‌ها دارن، فرانسوی‌ها دارن. فقط ما و آمریکا وضعیت جمعیتمون اون موقع تعادل مناسبی داره. آمریکا به خاطر قومیت‌ها و اقلیت‌های کشورهای دیگه اونجا زاد و ولدشون بالاست. الان آمریکا چند ماه گذشته از 300 میلیون نفر گذشته. به این خاطر الان ما تنها چیزی رو که از نسل جوان دانشجومون میتونیم انتظار داشته باشیم با همه سختی‌ها مسئله تحصیل با کیفیت بسیار بالاست. عقب ماندگی ما عقب ماندگی علمی بوده و این نسل شماست که تو این جنگ میتونه این رو خونسا کنه. استراتژیست آمریکایی آقای مایکل لدین شایعه مریض شدن رهبری را مطرح کرد. به نظر شما اساس این شایعه چه بود؟ علت آن چه بود؟ مایکل لدین زمانی که به اصطلاح این فضا بعد از قطعنامه علیه ایران مطرح شد، خب دمایی که تو این قضیه قطعنامه ایران وقت داشت، باید فشار روانی می آوردن تا ایران از نظر روانی زیر زانوهاش سست بشه و در قضیه قطعنامه بپذیره که تعلیق دائم غنی‌سازی اورانیوم صورت بده و بتونه طی فرایندی در واقع گام‌های بعدی را اینا بردارن، ایران رو زمینگیر کنن. خب یکی از کارهایی که باید انجام میدادن مسئله طرح بیماری مقام معظم رهبری بود. این برای ما یه فرصت بود و یه تهدید. اینها اینو مطرح کردن که در واقع جامعه فرو بریزه، یعنی جامعه یه دفعه احساس کنه که نیروی مرکزیش دچار مشکل شده و فرو بریزه. خب واکنشی که مایکل لدین و دیگران از داخل جامعه ما گرفتن یک مسئله ناراحتی توأم با نگرانی بود. اولا در این مسئله شایعه بیماری خوشحالی وجود نداشت، چون مردم این فرد رو از خودشون میدونستن و این فرد رو خادم و صادق میدونستن، لذا ناراحتی بود. نکته دومم نگرانی، این نگرانی که خب بعدش چی میشه، کی دیگه تو این حد و قواره میتونه بیاد کار رو تحویل بگیره. یه نکته‌ای که فرصت بود برای ایران این بود که با طرح این شایعه و شیوع عمومیش در سطح کشور، آنچه که مهرز شد اینه که ثبات کشور عمیق‌تر از اونیه. همونطوری که در زمان امام راحل بحث آمریکایی‌ها این بود، چون یه شبکه جاسوسی بود که نوار قلب‌های امام رو از کشور می‌دزدیدن و اونا بررسی می‌کردن که چقدر دیگه بنیانگذار جمهوری اسلامی زنده است و بعد از ایشون می‌پاشه سیستم. خب الان 18 سال از اون موقع میگذره، 17-18 سال و هیچ اتفاقی نیفتاد بعد از امام. آنچه که فرصت و محک خوبی بود این بود که مشخص شد کشور ثباتش بسیار بسیار بالاتر از این حرف هاست. یعنی در واقع در بحث ثبات و بقا، این که عرض کردم از نظر استابیلیتی و حوزه ثبات، ثباتمندی، ثبات سیاسی و امنیتی کشور و اداری کشور بالاتر از این حرف هاست. لذا اندک تأثیری در فعل و انفعالات اجتماعی کشور، سیاسی کشور و غیره به جای نگذاشت. این به اعتقاد من حرکتی که دشمن انجام داد به ضرر خودش شد و فرصت خیلی خوبی ایجاد کرد که این قضیه مرگ بخوره. نه آقای مایکل لدین تو استراتژی که ارائه میکنه تا به حال به اصطلاح ضربات زیادی به خودش زده.
چرا جلسات دکترین جامعه تعطیل شد؟ اینکه مربوط به سال 83 کلاس ها دوباره شروع شده. چرا قسمت کردنشین در کشور عراق، شمال عراق، از وضع خوبی برخوردار هستن ولی